اوکی، من اومدم اینجا یک سری دیتا قرار دادم و حالا میخوام تو اینیتم شروع کنم. ببینید، تعابه رو نباید ولشون کنید. اگه میخواید ولشون کنید یه پاس بذارید، یعنی بعدا میخواید در واقع مقدار دیش بکنید. خب ببینید، طبق چیزهایی که ما اومدیم گفتیم، جلسات قبلم گفتیم، من از الان دارم در واقع فقط جلسات پیش فقط میخواستم یه دموی بهتون بدم از توی شیگرایی، یه مقدار بحث پراپرتی ها اینا اومدم فقط یه نشون بهتون دادم. از الان در واقع کلاس چی میگه شیگرایی شما یا در واقع کلاس های تعریف کردن کلاس توی پایتون شروع میشه. ببینید، طبق فرمولایی که ما گفتیم آقا شما نیاز دارید که وریبل تعریف بکنید و نیاز دارید به همون وریبل یا پراپرتی، اینستنس وریبل، هر چیزی که خودتون میدونید، یه سری هم متد نیاز دارید. خب من همه اینا رو نیاز دارم، هر دوتا اینا رو باید داشته باشم که بتونم شروع کنم کار کردن. خب وریبل چجوری میشه تعریف کرد توی یک کانستراکتور کلاس در واقع تو پایتون؟ ببینید، این سلف به شما کمک میکنه چیکار کنید؟ به آبجکتتون در واقع اتصال پیدا کنه. یعنی شما برمیگردی میگی که من اینجا میخوام برای این کلاس چند تا متغیر تعریف بکنم. First name, last name, father name، مثلا address، همه اینا رو میخوام تعریف کنم، این چهار تا رو. خب جلسات پیش من اومدم اینجا تعریفش کردم، گفتم بچه به اینا میگن کلاس وریبل، اصلا ندید بگیرید، فقط میخواستم یه دموی تو ذهنتون باشه. حالا اگر شما بیاید داخل اینیت تعریف بکنید، بیرون در واقع اینیت یا توابع اگر بیاید متغیر تعریف بکنید، به اونا میگن از نوع کلاس وریبل ها. اگر داخل اینیت بیاید تعریف بکنید، به اینا میگن اینستنس وریبل ها یا آبجکت وریبل ها. خب حالا من کدوم رو باید تعریف بکنم؟ به مرور زمان میفهمی که چی جوری باید تعریف بکنی. فعلا من اینجا دارم میگم def dunder init self، درسته؟ میام از self کمک میگیرم، میام مینویسم self dot first name. خب میتونم اینجا هم آب خوردن اینش لازم شورم بگم تو رچ self dot last name، مقدار دیش بکنم بنویسم آرمین، self dot father نیمشم بنویسم مثلا علی و سلف داد مثلا ایجش هم بنویسم 34. خب چه اتفاقی افتاد؟ این سلفه که گفتم اشاره میکنه به اون آبجکته که اینجا دارید شما میبینید. حالا اگر من بخوام از این متغیرها استفاده بکنم، عملا این متغیرها رو من داخل پایتون تعریف کردم. داخل پایتون من اومدم چهار تا متغیر رو تعریف کردم در داخل کلاس پایتون هیومن ها منظورم مونه، و الان میتونم شروع کنم ازشون استفاده کردن. چه جوری؟ بیام فرمت بنویسم، بنویسم my name is، بریس باز و بسته، برمیگردم میگم ta dot first name، خب and my last name is ta dot last name and my father name is ta.fatherName and my مثلا age is ta.h. الان بریم ببینیم اجرا میشه این چی برمیگرده. میزنم اجرا میکنم، قشنگ همه دیتا رو برگردم، کاملا هم داره درست برمیگرده. این یعنی چی؟ ta که یعنی یه آبجکت، یه آبجکت از روی کلاس هیومن. first name یعنی چی؟ یعنی متغیری که شما اومدید اینجا تعریفش کردید. این سلفه یعنی چی؟ سلف الان دقیقا اینجا میاد جای این تی ای قرار میگیره. یعنی وقتی من مینویسم تی ای فرست نیم، تی ای داره اشاره میکنه به این سلفه، سلف میگه خب این آبجکتی هستش از روی هیومن با یه آدرس حافظه ای، میگه اوکیه، و دقیقا جای این سلف ها انگار چی رو قرار میده؟ تی ای رو قرار میده. داره در میگرده میگه که آبجکت تی ای، تو به متغیر فرست نیم دسترسی داری، ولیو داخلش چیه؟ تورج. ولی داخلش چیه آرمین، ولی داخلش چیه علیه، ولی داخلش چیه 34. میاد اجرا میکنه. فقط یه مشکلی، اگر من بیام اینجا مثلا اینو بذارم ضرب در 50، الان بنویسم AT human و
من اینا کنترل سی بگیرم، اینجا قرارش بدم، به جای تی ای بکنم ای تی. یه باگ میخوریم اصطلاحا. باگش چیه؟ باگش اینی هستش که الان نشون تو میده. باگش اینه، اینه که مثلا همدیگه مثلا فرق نکردن دیتا هاشون. بله دیتا هاشون مثلا همدیگه. پس چیکار باید ما بکنیم؟ اصلا شما اصلا حق نداری اینو اینجا اینیشیالایز بکنی. برای چی اومدی مقدار درش کردی با مقادیری که خودت داری تعیین میکنی؟ الان مقادیر کاملا مقادیر ثابته، تا قیام قیامت هم ایشون اینا هر کی بیاد از روی این آبجکت هیومن، در واقع از روی کلاس هیومن بسازه، با این دیتا هایی که اینجا دارید میبینید مواجه میشه. مگه اینکه شما حالا یه سری موارد ریاضی داری مثلا عدد پی، تازه عدد پی هم مست داری مثلا میتونی ازش استفاده کنی. برمیگردی میگی من این عدد رو میخوام بذارم 3.14. خب اوکی، حالا تو محاسبات ریاضی تو میتونی رو بذاری 3.14. چرا عدد پی هیچ وقت تغییر نمیکنه آخه؟ من اینکه خیلی بخواد در واقع دقتت بره بالا که حالا همین تغییرش بده. خب الان تو اومده اینجا یک سره، یعنی هر آبجکتی بیاد از روی هیومن ساخته بشه فقط این خروجی رو برمیگردونه. خب این خوب نیست. من باید چیکار بکنم؟ حالا میایم اینجا بعد از سلف، شما می توانید متغیرهایی که اینجا می خواهید پرشون کنید، فرست نیم لاست نیم فادر نیم اج، ورودی بگیری از در واقع این، برای در واقع از توی کلاس هیومنت ورودی بگیرید. من اینجا سلف رو میذارم، سلف همیشه باید باشه تو قسمت اینیت، می نویسم فرست نیم لاست نیم فادر نیم و اج. خب میام و اینجا برمیگردم میگم که خب فرست نیم من تو رو میدم به این، لاست نیم تو هم مال این، علی تو هم میشه در واقع فادر نیم و اینم میشه اج. الان چه اتفاق میفته؟ الان این اینیت حکم چی رو داشت؟ این خب الان نگاه کن، این اینیت الان داره میگه من 4 تا ورودی دارم، 4 تا سلف رو گفتم چیه، 4 تا ورودی دارم. واقعا داره؟ آره. الان شما بیا اینجا بذاری نگاه کن، 4 تا ورودی داره میگه، میگه توی فرست نیم لاست نیم فادر نیم و اج داری، اینا رو پرشون کن. حالا میدم میگم تورج آرمی علی 34. بعدی چی؟ بعدی هم همینطوره. میام اینجا میگه اسم بده، برمیگردم میگم جاروت مثلا نیم رو باز هم علی و مثلا این 43. حالا چی؟ حالا با توجه به دیتا هایی که شما داخلش دارید میریزید، خروجی های مختلف میگیرید. ببین خروجی های مختلف، من به این نتیجه خیلی خوبی رسیدم. من می توانم یک سره آبجکت تولید کنم و ورودی های مختلف بدم و خروجی های مختلف بگیرم. یه نمونه بارزش بود الان اینجا، من اومدم اینیت کردم و داخلش دیتا ریختم و خروجی ازش گرفتم، پس تونستم به این صورت که شما اینجا می بینید مقدار دهیش کنم و به این صورتم چکارش کنم؟ خروجیش رو چاپ بکنم. پس خوب بود، من فهمیدم که از اینیت کانستراکتور در واقع هیومن میتونم چیکار کنم، استفاده کنم و ورودی هام رو یا متغیرهایی که اصطلاحا الان تعریف کردم به عنوان اینستنس وریبل. چرا میگم اینستنس وریبل آبجکت وریبل؟ به خاطر سلف ها، چون پشتشون سلفه، یعنی عملا داره به صورت اینستنس وریبلی یا آبجکت وریبلی تعریف میشه، یعنی در واقع انگار به این تی ای وصله. من میتونم ببینید بخونمش و اینجا هم از طریق کانستراکتور پرش کردم به همین سادگی.